نمونهش مثلا یک نرم افزاری قبل از اینکه وایبر و واتساپ اینا به وجود بیان به نام محاوره چند از متخصصان ایران تولید کرده بودن. خب اینا اومدن، ما خودمون وزارت ارشاد معاونت داشتیم، اینا اومدن تو نمایشگاه غرفه بگیرن، ما گفتیم باید برید از شورای انفورماتیک مجوز بگیرید. طرف اومدن بگیرن خودش اصلا میگفت وقتی من رفتم ببخشید اون خانمی که می‌خواست من مجوز باردار بود، وقتی مجوز من داد بچه‌ش بغلش بود، بچه‌ش دیگه مبارکه بیفته. بله بله. بعد میگه ببینید من چند روز پیش تو این مدرسه رفتم صحبت کردم، یه دختر 12 ساله اومد بهم گفت ببخشید باردارم. از من خواست به پدرش بگم، گفت من نمیتونم صحبت بکنم. سلام علیک. سلام، برای عقیم کردن گوشی موبایل چه قطعاتی رو باید جدا کنیم؟ آیا خودمون میتونیم این کار رو انجام بدیم؟ چگونه؟ خب میفته ببینید، فرض کنید گوشی من میخوام این گوشی رو الان فرض کنید از نظر فنی عقیمش کنم. اول باید ببینم چه چیزهایش رو برای کارم نیاز ندارم. مثلا دوربین پشت رو نیاز ندارم. خب پیش گوشی میندازیم، دوربین پشت رو قطع میکنیم، دوربین جلو رو نیاز نداریم، دوربین جلو رو قطع میکنیم، هر دوشو نیاز داریم، هر دو رو قطع میکنیم. بعضی از گوشی‌ها مثل گوشی GLX با یه سیم وصله، یعنی میشه اون سیمش رو چیپش رو بالاخره جدا کرد. دوم این که مثلا GSMش رو نیاز ندارید. مثلا فرض کنید من از این گوشی فقط برای اینترنت استفاده میکنم، در نتیجه به آنتن موبایل اصلا کاری ندارم. خب میه GSMش رو چیپش GSMش رو جدا میکنید، دیگه این به آنتن وصل نمیشه، ولی با وای فای میتونیم از اینترنت استفاده کنیم. به میکروفونش من اصلا نیاز ندارم، مثلا من فقط برای اینترنت کار میکنم. خب میره میکروفون از تو قطع میکنه، هر وقت خواستید مثلا صدا استفاده بکنید هنسفری میزنید با میکروفون هنسفری.